لطفا در صورت تمایل ویدئو رو لایک کنین و کامنت بذارین تا به بهتر دیده شدن این اخبار کمک کنید سپاس دیکتاتورها تمایل دارن که قدرت و توانایی خودشون رو بیش از حد نشون بدن این تمایل در افراد قدرتمند وجود داره که برای خود اعتباری رو در نظر بگیرن که در عالم واقعیت وجود نداره و در همین حال دنیای پیرامون خودشون رو بسیار خودکارتر و راحتتر تصور میکنن. اکثر رهبران در کشورهای دموکراتیک کسانی رو وارد تشکیلات خود میکنند که از اقدامات اونا انتقاد کنند اما دیکتاتورها زندگی خود رو به گونه ای هدایت میکنند که چنین افرادی در اون کمترین نقش رو ایفا کنند اینکه حاکمان مستبد از بیماری روانی رنج میبرند یا خیر برای ما مهم نیست اما اینکه چطور قدرت اونا رو به مرور زمان تغییر میده پرسشیه که ذهن مردم رو به خود مشغول کرده و در نهایت دیکتاتورها تنها در پیله خودشون زندگی خواهند کرد به باور بسیاری از روانشناسان رهبران مستبد توانایی اون رو ندارن که ارتباطشون با دیگران رو به درستی و منطقی بررسی کنند دیکتاتورها ذهنیت خود رو تغییر میدن و شخصا برای خود تفکر جدید خلق میکنند تفکری که زیر دستان هدیه کردن به اونها خب ریشه فساد کجاست در ایران؟ نه فسادهای اقتصادی ریشش غیر از اینه که کل ثروت و قدرت متمرکز در حکومت احمدی نژاد این روزها بیش از هر زمان دیگری حکومت رو تحت فشار گذاشته. با وجود تمام بلوف ها و تهدیدات این جریان، حکومت با ظرافت خاصی برنامه خودش رو گام به گام پیش میبره. مردی که همین چند سال قبل معجزه هزاره سوم نامیده میشد، حالا عملا چیزی جز یک پارتیزان سیاسی درجه سه نیست. محمود احمدی نژاد این روزها هم از شاه عبدالعظیم در جنوب و هم از امامزاده صالح در شمال تهران رانده شده. پروژه حکومتی مهار او از سال 1390 پس از درگیری بر سر وزارت اطلاعات کلید خورد. اغلب مهره های کلیدی احمدی نژاد یا از او اعلام براعت کردند و یا تعم زندان رو چشیدن نزدیکترین یارانش از جمله محمد رضا رحیمی، حبیب الله خراسانی، حمید بقایی و محمد شریف ملکزاده با اتهامات مالی زندانی شدند و فعالان رسانه‌ای وفادارش در نقاط مختلف کشور زیر فشار قضایی و امنیتی قرار گرفتند. تردیدی نیست یک پروژه وسیع و حکومتی برای مهار احمدی نژاد در حال اجرا راست که ظاهرا قصد عقب نشینی هم نداره به رغم اجرای این پروژه سیاسی اما حکومت حداقل تا الان تمایلی به برخورد با شخص احمدی نجات نداشته به گفته خودش دیگه به علی خامنه ای دسترسی نداشته و یاران سابقش حتی او را با سازمان مجاهدین خلق مقایسه میکردند با این حال واکنش های رأس هرم قدرت نشون میده که حداقل هنوز از مسئولیت برخورداره. او برخلاف بقیه با آزادی کامل سخنرانی میکنه و حملات کم به نظم سیاسی مستقر عمدتا به نحو جالبی از طرف رهبر قوه قضایی صدا و سیما و حتی فرماندهان سپاه و روحانیون حکومتی نادیده گرفته میشه. قاعدتا برای حکومتی که یک رئیس جمهورش در تبعید نخست وزیر و رئیس مجلسش رو غیرقانونی در خانه حبس کردند و رؤسای جمهور دیگه نیز ممنوع تصویر و مغزوبند برخورد با فردی مثل احمدی نژاد کار چندان سختی نیست وضعیت عمومی کشور و تجربیات گذشته هم نشون میده که خامنه ای اساسا هیچگونه علاقه به نقادی زیر دستان یا تعامل با منتقدان نداره با این وصف این سوال به وجود میاد که دلیل این همه مدارا با تحرکات اخیر رئیس جمهور سابق چیه؟ مخصوصا این که احمدی نژاد در مصاحبه ها و نامنگاری های خودش از سطح حملات شخصی به صادق لاریجانی و حسن روحانی فراتر رفته و به سراحت شورای نگهبان و انتخابات جمهوری اسلامی را زیر سوال برده سیاست های فرهنگی و امنیتی رهبر را به چالش کشیده و حتی خواهان تغییرات در دفتر خود خامنه ای شده و گفته رهبر هم باید پاسخگو باشه اصلا میتونید فسادی پیدا کنید که به اون بر نگرده. این فسادی که الان میخواد باش مقابله بشه میگه حافظ تو خود هجاب رهی از میان برخیز واقعیت اینه که محمود احمدی نژاد به رغم تمام انتقادات بی همچنان به نحو زیرکانه ای در چهارچوب حکومت بازی میکنه او در واقع همین حالا هم در حال تحریف بخشی از واقعیت سیاسی به نحو روایت رسمی جناه تنروه پرونده سازی برای دو تن از وکلای حمید بقایی رو فاجعه و اقدامی بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی میخونه حال آنکه طی دو دهه گذشته بارها وکلای متهمان سیاسی نسرین ستوده و ناصر زرفشان و غیره با استفاده از همین روش زندانی شدن بیعتنائی حکومت و مقامات قضایی به اعتصاب قضای بقایی رو مسئله غیرقانونی و بیسابقه میدونه حالان که هدا سابر فعال سیاسی ملی مذهبی در اوج قدرت خود احمدی نژاد به دلیل اعتصاب قضا در زندان جان داد و دولت او سکوت کرد احمدی نژاد در عین حال خطری جدی علیه مشروعیت یا مقبولیت رهبری رژیم محسوب نمیشه او برخلاف هاشمی و خاتمی نه پایگاهی در میان مراجع تقلید و حوزه علمیه قوم داره و نه نفوذی بر احمدی نژاد اساسا هیچ نهاد سیاسی و مشخصی رو نمایندگی نمیکنه احمدی نژاد از نگاه خامنه ای احتمالاً به معنای واقعی کلمه یک جغجغه سیاسیه همونقدر پر سر و صدا و همونقدر بی خطر در عین حال نام احمدی نژاد به نحو انکار ناپذیری با حیثیت و احتبار رهبری رژیم گره خورده اشتباه استراتژیک خامنه این بود که سال 1388 تمام تخم مرغ خودش رو در یک سبد گذاشت دفاع سرسختانه رهبر از دولت احمدی نژاد و تمجیدات پرتمطراقش در حافظه تاریخی ایرانیان ثبت شده برخورد نهایی با احمدی نژاد به معنای بی‌بصیرت کسانی که در فاصله میان سالهای 88 تا 92 مخالفان احمدی نژاد رو بی بصیرت میخوندن. این مسئله احتمالا مهمترین مانع در رسیدگی قضایی به تخلفات اداری احمدی نژاد بوده. روابط شخصی و متفاوت رئیس جمهور سابق با رهبر رژیم هم بی تأثیر نیست. مهرماه 96 علی متحری از محبت و علاقه خاص رهبر به احمدی نجاد خبر داد که همچنان باقی مونده واقعیت اینه که شباعت های احمدی نجاد و رهبر ایران به مراتب بیشتر از اختلافات اوناست نگاه هر دو نفر به ایالات متحده بریتانیا اسرائیل و انگلستان و سیاست خارجی تهاجمی عملا یکسانه احمدی نجاد هم مثل خامنه ای متکی به طبقات محروم و منتقد طبقه متوسط و نخبگانه روی هر دو طرف به مقوله مدیریت مخصوصا اون چیزی که مدیریت جهادی و انقلابی نامیده میشه و نحوه سیاست ورزی هر دو طرف تقریبا یکسانه هر دو شخصیت های لجباز و غیر قابل انعطاف هستند و هر دو علاقه واضح به نوعی پوپولیسم مذهبگرا و آرمانگونه دارند هسته سخت قدرت نگرانه که حذف ناگهانی احمدی نژاد باعث مسئله دار شدن و ریزش بخشی از نیروهای مذهبی فعالی بشه که همچنان از او حمایت میکنند یا باعث دودستگی در بسیج و لایه های تحتانی سپاه بشه احمدی نژاد در عین حال از حمایت بخشی از طبقه محروم برخوردار ضمن آنکه احمدی نژاد به واسطه 8 سال حضور در رأس شورای عالی امنیت ملی و ارتباطات نزدیکش با بدنه سپاه پاسداران اسرار مگوی بسیاری رو در سینه داره که ممکنه بتونه از اونها به عنوان یک سپر حفاظتی استفاده کنه افسانه شجاعت و افشاگری احمدی نژاد مطالبات متراکمی رو در میان حامیانش ایجاد کرده هوادارانی که تا پیش از این شعار میدادند احمدی بوتشکن بوت بزرگ رو بشکن الان با دور تازه از سرخوردگی های سیاسی مواجه شدن. احتمالا همین فشارهای داخلیه که باعث شده احمدی نژاد در آخرین مصاحبه خود رأس حکومت رو نشونه بره و این در حالیه که بازی برای یاران احمدی نژاد تمام شده اما خود او هنوز به پایان فکر نمیکنه و به آغاز دوره جدید میاندیشه خط های اخیر او فعلا تاثیراتی کوچک داشته خودتی مشکل تمام ثروت کشور الان متمرکزه این پرونده فساد اقتصادی نگاه کنید همش به خاطر اینکه همش جمع شده تو حکومت یکی رفته یه نامه گرفته یه دور زده یه امتیاز گرفته یه رانت گرفته یه مجوز گرفته برده یک فعال سیاسی اصولگرا گفته احمدی نجاد مکررا درباره بقایی و مشایی تذکر گرفت ولی برای اینکه در تاریخ بمونه در نهایت مقام رهبری به او تذکر کتبی داد معموریت احمدی نجاد تمام نشده ولی معموریت ایشان تخریبه خودش هم گفته من کاری میکنم که دیگه کسی نتونه اصلاح کنه احمدی نجاد تخریبی کرده که به این راحتی ها درست نمیشه در 8 سال ریاست جمهوری احمدی نجاد ما بیش از 24 سال درآمده ارزی نفت داشتیم نفت رو میانگین 110 دلار فروختن میتونست تا 100 سال مملکت رو بیمه کنه با خیانت و با ماموریتی که داشت تمام تخریب ها رو انجام داد کاری از تخریب باقی نمونده بود که وی انجام نده این اصولگرا افزوده به نظر میرسه دستگاه قضا در این رابطه تعلل کرده دستگاه های امنیتی کشور در این رابطه تعلل کردند او گفت احمدی نجاد از دو نفری که اکنون در حصر هستند بدتره احمدی نجاد در پنهان از اونها بدتر عمل میکنه اما در ظاهر اظهار دینداری میکنه اظهار حمایت از مستضعف کنه اظهار مقابله با استکبار میکنه که این خیانته اما هنوز نتونستن به خوبی ماهیت وی رو به ملت نشون بدن اگر ماهیت او رو نشون بدن مردم متوجه میشن که او چه خیانتی به مردم و ایران کرده از زمین و جنگل و آب و دریا بگیرید تا صنعت کشورم همه چی یعنی نهادها رو شما حساب بکنید دولتی و غیر دولتی و حکومتی 还没起。